بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را، مریض فردا بلند شده رفته. یعنی مبتلا به کرونا. مبتلا به کرونا. در اردبیل هم آقای دکتر اسبقی خبر دادن هیچ زنبورداری کرونا نگرفته. یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟ نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که چون زودتر جذب میشه. نیش زنبور هم واکسنشه هم داروشه؟ 100% این کار رو انجام میده. یعنی هم پیشگیری هم درمانه؟ بله، آقای جمشیدی در کرج خانمش تلفن زد، شوهرم میمیره، گفتم زود زنبور پیدا کنید بگذارید. رفتن تو چوب، تو ظرف چوب کبریت، دو تا زنبور آوردن، 11 گزاندن. بعد از دور تماس گرفته، استاد میتونیدنم بیاری تلویزیون؟ استاد دارم غذا میخورم. نه بابا من... یعنی مشکل حاد تنفسی بوده؟ همه چی بوده. از این آی سی یویا؟ الان در این سخنرانی که میکنم آقا این زهر زنبور عسل ویروس تنفسی رو هم از بین میبره. هازا زنبور، هازا باسن آقای جمشیدی در کرج. اولین نکته این که اون دکتری که از اردبیل خبر داد باید درست توضیح میداد که خود اون زنبوردارها یا باسنشون یا هر جایی نبدترشون رو زنبور نیش زده یا همینطور چون زنبور دارن شفا پیدا کردن. منتظر توضیح بعدی هستیم. و بعد آقای جمشیدی رو خب میمونه یه مستند، یه فتوایی هم میگرفتن، قسمت به اصطلاح شرعی باسن مربوطه رو نشون میدادن، مردم قانع بشن. یک سری کفار، یک سری ضد انقلاب هست، یک سری دانشگاهی هست، این حرفا رو قبول ندارن. ما باید مستند بسازیم. باسن آقای جمشیدی در کرج که شوخی نیست، الان دنیا معطل راه حلیه برای این کرونا. و ما همینطور خانم جمشیدی زنگ زدن، استاد حل شد قضیه به همین سادگی. این دولت، این حکومت چه نشسته؟ این سفارتخونه ها چه نشستن؟ آقای جمشیدی رو بردارن و با باسن مربوطه در سر سر دنیا رو نمایش بگذارن. حد اقلش یک مستند. این چه برنامه تلویزیونیه که یک تصویری نشون نمیدن برای قانع کردن دشمنان؟ من گله دارم، من گله دارم. آیت الله خمینی میگفت دانشگاه مظهر شر هستن و بعد باید حوزه ها چه بشن و چه نشن. آل احمد هم به نحوی همین رو گفت، جلال آل احمد. ولی دستاوردهای به این عظمت رو، اونم از طریق زنبوری که نیست زده باسن آقای جمشیدی، ما رها کنیم به همین سادگی؟ به هر حال امیدوارم قانع شده باشید و شروع کنید برای روز مبادا که خدا اینا خواسته. مبتلا شدی چون این مجوزی هم حتما هست، مجوز فقاهتیش هست، زنبور چیزی دست آموزی یادش بدید چه کنه چه نکنه، نیش چندان عمیقی نزنه و بقیه موضوع دیگه خود شما میدونید. آدرس این بابا رو میتونید پیدا کنید، باش تماس بگیرید، چگونه و چه نوع زنبوری، انواع اقسام زنبور ما داریم، قطعا همه نوع سازگار هست. بعد جاشون برای دواها و دردهای دیگه هم به جای دواهای دیگه ممکن به کار برن. خیلی تلاش شده. ببینید یه سوء تفاهمی هم برای همین تلویزیون، یکی از این شبکه‌های تلویزیونی مصادره شده ایران پیش اومده که رفتن قرصی رو برای بچه بگیرن، چیز دیگه عذاب در اومده. من خدمت شما عرض کنم که یکی از همکاران من دیروز رفته دارو بگیره، از هم داروخانه نزدیک سازمان صدا و سیما، داروی تقویتی برای کودکش ال آرژنین 116,000 تومان هم حساب کردن باش. دارو باز کرده امروز، اصلا حالا نگاه کنید ببینید چی در میاد ازش. دارو پولون بوده ها، این از دارو که اومده بود. این داروه، نگاه کنید، به کجا داریم میریم ما؟ یعنی تو دارو هم باید خیانت کنیم؟ داروی که برای بچه هست، برای تقویتشه، برده پدر، این در اومده.
البته الان داریم میریم سراغ داروخونه چی ببینیم که جریان چیه. اینا داروهای تازه ایست که حوزه ما بعد از اون زنبور و بقیه چیزها تولید کرده. اینا یه جور گلاب بروتون شیافی هست که استفاده میکنن در حوزه سنگریزایی است به جای شیاف که ما دست تمنا و دست شیاف طلبی دراز کنیم به طرف آمریکا و آمریکا و اینها. شیاف های ولایت هست، شیاف های فقاهت هست، اینها رو در حوزه ها بیشتر استفاده میشه، آزمایش شده و ولایت مداران به راحتی میتونن از اینا استفاده کنن. اون داروخانم قصدی نداشته سوء تفاهمی پیش نیاد، من به شما اطمینان کامل میدم که هیچ قصدی نبوده. میگید نه از امام جمعه سر کوچه، چون الان راهام بسته دیگه برای هر نوع عملی دیگه نمیتونم به خارج برن، برید بپرسید از امام جمعه محلتون، امام جمعه های دولتی هر جا که هستن، نمیشه تلفنی، همه اینا هست دیگه، بپرسید، حرف منو تایید خواهند کرد که فرق بین انقلاب کردیم که شیاف همون شیاف باشه. خیر،